سلام، با خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه 11 ماه قوس سال 1398 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. سرنوشت ناروشن گزارش نتایج بازشماری آرا در کمیسیون مستقل انتخابات. زمان همکاران پا تخنیکی ریپورت باندې کار کوي او دغه ریپورت با انشالله من کوشش کوو چې ډیر زر دا تکمیل کړو. جان باختن سه کارمند امنیت ملی در یک حمله تفنگداران بر آنان در پایتخت. سه نفر در موتر بودند، یکی دریور چهار نفر که سه نفر به شهادت میرسند و یکی شما زخمی است. نگرانی ها از جا گرفتن کابل در صدر آلوده ترین شهرهای جهان. چامکی که میشه هوا شب بسیار مثال خراب میشه، بعد از شام تا بیرون برآمدن مشکل میباشه. انتقاد شمار از اعضای مجلس نمایندگان از حاضر نشدن همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه به نشست این مجلس. و خواست دبیر کل سازمان ملل متحد بر همبستگی کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیم. مشروح خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با آنکه قرار بود دبیرخانه این نهاد گزارش نتایج بازشماری آرای 27 ولایت را روز یک شنبه به اعضای رهبری بدهد، اما این کار انجام نشده. رئیس دبیرخانه کمیسیون میگوید که به زودی یک گزارش فنی را به اعضای رهبری میفرستد، اما دبیرخانه این کمیسیون به ناظران و رسانه ها اجازه نمیدهد تا چگونگی روند گردآوری نتایج آرای بازشماری را ببینند. انیسا شهید گزارش میدهد. بانک روز یکشنبه هم کمیسیون اعلام کرد که گزارش کامل بازشماری را به کمیسیون میفرسته و شب گفته شد که این فرستاده شده، اما امروز که روز دوشنبه است و ساعت 2:30 از صبح تا به حال اعضای کمیسیون هیچ کدام به تلفن‌های رسانه ها پاسخ نمیتن و اگر پاسخ میتن گفته میشه که ما در جلسه هستیم و روی نتایج گپ میزنیم، اما همین اکنون روشن شد که هیچ جلسه در کمیسیون نیست. رئیس دبیرخانه کمیسیون خلاف گفته های رئیس کمیسیون انتخابات که به روز پنجشنبه اعلام کرد که بازشماری 27 ولایت پایان یافته است، میگوید که این بازشماری روز شنبه پایان یافت. موږ په تخنیکی لحاظ باندې پرون نابل پر موږ ټول هغه فرمونه چې ولایت نه راغلي وو دوش ولایتونو د هغې لړۍ 13 ورځ ختمه شوې ده. پرون او نن زمونږ همکاران په تخنیکی ریپورت باندې کار کوي او دغه ریپورت به انشاءالله مونږ کوشش کوو چې ډېر زر دا تکمیل کړو. در همین حال شماری از ناظرانی که در کمیسیون از روند بازشماری آرا نظارت می کنند کمیسیون را به ندادن اطلاعات درست به مردم متهم می سازند. تشویش مایی است که به هر میزانی که پروسه دامدار میشه به اون اندازه شکل گرفتن یک فاجعه یک بحران باز بعید به نظر نمیرسه. گزارش زمان مبنا و اساس حقوقی و تخنیکی می داشته باشه که او از منظر نظارت در واقع شفافیت کامل داشته باشه که هنوز ما نمیفهمیم کمیسیون چی میکنه و چی خواد کردن. آرای بکار رفته در این انتخابات بیشتر از 1,800,000 گفته شده است، اما شماری از دسته های انتخاباتی در حدود 300,000 این آرا را تقلبی می دانند و مانع بازشماری آرا در 7 ولایت شدند. در یک حمله بر کارمندان امنیت ملی در حوزه نهم شهر کابل 3 تن از کارمندان نهاد جان باختند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. گواهان رویداد میگویند که این کارمندان امنیت ملی هنگامی که میخواستند به وظیفه هایشان بروند از سوی مردان تفنگدار ناشناس در نزدیک یک پاسگاه و خانه هایشان کشته و زخمی شدند، اما ریاست عمومی امنیت ملی جان باختن 2 تن و زخم برداشتن 3 تن دیگر را در این رویداد تایید کرده. گلاب‌الدین غبار گزارش میدهد. حوزه نهم شهر کابل نزدیک ساعت 8 صبح روز دوشنبه مردان تفنگدار کارمندان امنیت ملی را در یک موتر هایلکس در همین جاده و در نزدیک یک پاسگاه پلیس به گلوله بستند.
گواهان رویداد میگن انگامی که شماری از کارمندان امنیت ملی از اون محل حرکت کردن به موترشان میخواستن که به این مسیر برن که در اینجا از دو طرف جاده آماج گلوله‌باری از سوی افراد مسلح ناشناس قرار گرفتن. سه نفر در موتر بودن، که دریور چهار نفر که سه نفر به شهادت میرسن و یک شانه زخمی است. در صورتش ثابت کرده بود کتمرمی و از دوگاش به نظرم زخمی بود. این نخستین باره نیست که کارمندان امنیت ملی و نهادهای دیگری دولتی به گونه هدفمند کشته می شوند. کیر لوجستیک، کیر تربیه می کی نگاهش می کنم، فامینی چه که نگاه کرد. کلتان خوب می فامین، جهان می فامه، ولی خود در کوچی اصلا چپ می زنن. قتل، سرقت، چراچوری، هر چیز از حد گذشته، بیخی زیاد شده. پرتاب نارنجک ها و قتل های هدفمند ظاهراً شیوه تازه مخالفان مسلح دولت در شهر کابل است، چنان که هفته گذشته نیز در پرتاب نارنجک بر یک موتر کارمندان سازمان ملل متحد در فاصله نزدیک به همین رویداد یک تن جان باخت. در کنار این جان باختن وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی، از جمله ده ها قتل هدفمند دیگر است که در هفته های اخیر در شهر کابل و آن هم در بخش های امن رخ دادند. کابل در دو روز گذشته از رهگذر آلودگی هوا در صدر آلوده ترین شهرهای جهان قرار گرفته. ایر ویژوال یا نهاد شناسایی میزان آلودگی هوا که میزان لحظه به لحظه آلودگی هوا در جهان را نشان می‌دهد، گزارش داده است که میزان آلودگی هوا در کابل تا چند برابر اندازه معیار افزایش یافته. در همین حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست هرچند افزایش میزان آلودگی هوا را نگران کننده می‌داند، اما می‌گوید که میزان آلودگی هوا تنها در ساعات بامداد و عصر روز در کابل بلند می‌رود. خالد نیکزاد گزارش می‌دهد. نگرانی ها از خطرناک شدن آلودگی هوا در کابل. وبسایت ایر ویژوال یا بررسی کننده میزان آلودگی هوا که لحظه به لحظه از وضعیت آلوده ترین کشورهای جهان گزارش می دهد، بروز یکشنبه با قرار دادن نام کابل در صدر آلوده ترین کشورهای جهان گفته است که میزان آلودگی هوا در بخشهای از این شهر از عد میاری بیرون شده است و به 247 میکروگرم در هر متر مکعب رسیده است. بسیار آلودگی زیاد است، بسیار مردم و فامیل مریض هستند، دیگر ساری واره کل مردم را گرفته، ویخی مردم به تکلیف است. شامکی که میشه هوا شو بسیار مثال خراب میشه، بعد از شام تا بیرون برآمدن مشکل میباشه، آب هوا سطحش خراب زیاد شده. در همین حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که یافته های آنان و سفارت آمریکا در کابل نشان میدهند که میزان آلودگی هوا در کابل افزایش یافته است، اما این نهاد ارزیابی ایر ویژوال را نمیپذیرد و میگوید که این نهاد در کابل سامانه سنجش هوا ندارد. در اینجا ما ساعت های را داریم که از حالت استاندارد کده، حتی به نیم حالت استاندارد هم است، به 37 هم است، 65 هم است، 36 هم است، 45 هم است، به همین ترتیب دوباره باز بلند هم رفته. ارقام که اوسطش برای ما شما 232 نشان میتن. این دستگاه های سیاره است که اداره ملی حفاظت از محیط زیست امروزه به واسطه این دستگاه ها میزان آلودگی هوا را در کابل تشخیص میکنه. بر بنیاد بررسی های این نهاد، میزان آلودگی هوا که توسط دستگاه ها تشخیص میشه از طرف بامداد روز و همچنان عصر روز بیشتر میشه و این نگران کننده است. بعضی روزا نسبتا بالاتر میباشه، بعضی روزا کاملا مشکل نمی داشته باشه، ولی زمستان طبعا آلودگی در دو تایم یک آلودگی می داشته باشیم. دولت طبعا باید تدابیر جدی هم برای کوتاه مدت و هم برای میان مدت و هم برای طویل مدت بگیره. میار اداره ملی حفاظت از محیط زیست 75 میکروگرم در یک متر مکعب در 24 ساعت است، اما در دو روز گذشته در ساعت بامداد و عصر روز این رقم چند برابر افزایش یافته است. حاضر نشدن همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه برای پاسخگویی به مجلس نمایندگان با انتقاد تند شماره از اعضای این مجلس روبرو شده. هرچند مجلس آقای قیومی را از بهره پاسخگویی درباره آنچه حیف و میل شدن میلیاردها افغانی پول در قطعیه سال 1397 میگوید به نشست امروز فراخوان نبود، اما او بنابر آنچه مشغولیت ها گفته در این نشست حاضر نشد. در همین حال شماره از اعضای مجلس از دستکاری در قطعیه سال 1300
97 و ناپدید شدن 6 میلیارد افغانی در این قطعیه سخن میزنند و میگویند که کسانی که در حیف و میل این پول ها دست داشتند باید خائن ملی معرفی شوند. میر آقا پوپل گزارش میدهد. در حالی که مجلس نمایندگان همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه را از بهر پاسخگویی درباره آنچه که حیف و میل شدن در حدود 6 میلیارد افغانی در قطعه سال 1397 گفته می شود به این مجلس فرا خوانده بود، او به این مجلس حاضر نشد. اعضای مجلس نیز پاسخگویی از ظاهر همدرد معین مالی وزارت مالیه را به جای او نپذیرفتند. باید خود وزیر مالیه بیاید اینجا، ما کس دیگر نمیپذیریم. این دیدگاه خود ماست، به خاطر که در سر تا سر افغانستان تمام گمرکات چور است جناب رئیس. چور وزارت مالیه که دیر لطفا مامورین ناسی چی پا جرائم سنگین که در دوسیه لری. رئیس کمیسیون مالی مجلس نمایندگان میگوید که سرپرست وزارت مالیه باید پاسخ بدهد که چرا پس از تصویب قطعه سال 1397 از سوی مجلس نمایندگان در کد 91 دستکاری شده است. در کد 91 1 میلیارد و 300 میلیون است. در جریان سال 1 میلیارد و 720 میلیون افغانی انتقال شده، به این کد اضافه شده. فقط یک تعداد مردم های است که اونا می خواهند پولا و سرمایه های مردم به یک نحوه بدوزده و در بانگای بیرونی اونا را سرمایه گذاری کنند. برخی از اعضای دیگر به این باور هستند که اگر سرپرست وزارت مالیه به مجلس حضور نیابد باید به سارنوالی معرفی شود. کسایی که اداراتی که و مسئولینی که از اصولنامه بودجه تخلف کردند، اینا باید به دلیل ارتکاب جرم به لوی سارنوالی معرفی شوند. پس از بحث های فراوان فیصله شد تا یک فرصت دیگر داده شود و همایون قیومی به نشست روز شنبه مجلس حضور یابد. وزارت مالیه میگوید که آقای قیومی در سفر به سر میبرد. از میان بیش از 250 پرونده ای که از ماه جدی پارسال تا ماه سرطان امسال به ریاست حقوق کابل فرستاده شدند تا فیصله های محاکم درباره آنها عملی گردند، تنها به 82 پرونده رسیدگی شده. سند هایی که در این زمینه به تونو نیوز رسیدند نشان می دهند که رسیدگی نشدن به این قضایای حقوقی باعث شده که ده ها میلیون افغانی از قرضه های دولت گرفته نشوند و نیز جایدادهای مردم به صاحبان اصلیشان بر نگردند. در این باره هم خالد نیکزاد گزارش آماده ساخته. این سندهای یافته های یگایت وزارت عدلیه را درباره کارهای ریاست حقوق کابل نشان می دهند. بر بنیاد این یافته ها از اول ماه پارسال تا 22 ماه سرطان امسال تنها به 82 پرونده ای که بر ریاست حقوق رسیده بودند پرداخته شده است، اما فیصله های محاکم درباره 176 پرونده دیگری که در همین مدت به این ریاست رسیده اند عملی نشده بر جا مانده اند. بیشترین این قضایای حل نشده که از 4 حوزه کابل بودند به حوزه دوم و کمترین آنها به حوزه اول برمیگردند. قضیه که از محکمه حکم بالش صادر میشه تا به ریاست حقوق میرسه و در ریاست حقوق ثبت راجستر میشه، بر مامور اداری ریاست های حقوق وزارت عدلیه مکلفیت ایجاد نشده که در چند روز بعد اجراعات بکنه. دوسیه ها انبار میشه تا زمانی که شخص خودش مراجعه بکنه. زفت اداره ده نو زفت دیده چه حال تا کاری خلق نلری. متاسفانه باید دیده دولت دیر جدی توجه که ترسو و لسونه دیده ارد نسی سی خپل طول قضایی پا آنانوی و پوش اگه محلی شکل خلاص که. ریاست حقوق وزارت عدلیه از بهر رسیدگی به شکایت ها و بررسی قضایای حقوقی کار میکند. در مورد رسیدگی به پرونده های حقوقی در ریاست حقوق کابل خواستیم وارد ریاست شویم و در مورد شیوه رسیدگی به قضایای حقوقی معلومات بگیریم. با آنکه اجازه این کار برای ما داده نشد، اما رئیس حقوق کابل تنها با دادن یک مصاحبه بسنده کرد. از جدی سال 1398 به این طرف در مجموع 391 قضیه و اداره حقوق مواصلت کرده و آماری را که دوستا دریافت کردن اسناد و شواهد وجود داره، در مجموع به این قضایی که ما تطبیق کردیم از زمان تا به امروزی که ما همراه شما مصاحبه دارم 175 قضیه تطبیق شده.
رسیدگی نشدن به قضایای حقوقی و عملی نشدن فیصله های محاکم درباره این قضایا از بزرگترین انتقادهایی است که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان همواره با آنها روبرو بودند. ادامه خبرها. دبیر کل سازمان ملل متحد بر همبستگی کشورهای جهان در پیکار در برابر تغییرات اقلیم تاکید می‌ورزد. رهبران کشورهای گوناگون جهان نشست را درباره تغییرات اقلیم در شهر مادرید اسپانیا برگزار کردند. این در حالی است که موج از اعتراض‌ها در کشورهای گوناگون جهان درباره تغییرات اقلیم ادامه دارد. در ادامه اعتراض‌های شهروندان کشورهای گوناگون به علت تغییرات اقلیمی در جهان، دبیرکل سازمان ملل متحد از خطرهای تغییرات اقلیمی در جهان هشدار می‌دهد. او می‌گوید که اگر کشورهای جهان یکجا برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی پیکار کنند، این چالش در کوتاه‌مدت حل خواهد شد. تغییرات اقلیمی یک چالش درازمدت نیست. ما اکنون با جهانیان برای رویارویی با بحران‌های اقلیمی هستیم. دبیرکل سازمان ملل متحد که در یک کنفرانس درباره جلوگیری از تغییرات اقلیمی در شهر مادرید اسپانیا سخن می گفت، تلاش‌های کشورهای گوناگون جهان را برای پیکار با این چالش بسنده نمی داند. تا کنون تلاش های ما برای رسیدن به هدف های من کافی نبوده است. تعهداتی که در پاریس با آن توافق شد هنوز درجه حرارت را افزایش داده است. قرار است به روز دوشنبه رهبران کشورهای گوناگون جهان به شهر مادرید اسپانیا بیایند و درباره کاهش آلودگی هوا و گرم شدن زمین راه حل دریابند. گازهای گلخانه‌ای برخواسته از موترها و کارخانه‌های تولیدی یکی از علت‌های اصلی گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی در جهان است. چند گزارش کوتاه از جهان. بی بی سی به نقل از یک منبع از ایران میگوید که در اعتراض‌های اخیر در ایران 9 شهروند افغانستان نیز کشته شدند. این ادعا هنوز تایید نشده است و روشن نیست که چرا این افغانان در اعتراض‌های ایران کشته شدند. صدها تن از شهروندان هند و گردشگران خارجی در جشنواره بین المللی ریگ در ایالت شرقی اودیسا شرکت کردند. در این جشنواره هنرمندان از ریگ تندیس‌های می‌سازند که به برخی از آنها جایزه نیز داده می‌شود. مهاجران سوریه‌ای که در لبنان به سر می‌برند در آستانه فصل زمستان با کمبود نیازهای نخستین زندگی روبروستند. در این اواخر مخالفت‌ها نیز با حضور مهاجران سوریه‌ای در لبنان افزایش یافتند. و این هم چند خبر اقتصادی. فسخ پیمان‌های پروژه‌های طلای بدخشان و مس بلخاب از سوی شورای عالی اقتصادی با واکنش‌های گوناگون روبرو گشته. شماره از اعضای مجلس نمایندگان فسخ این پیمان‌ها را یک کار سیاسی می‌دانند. دیدبان شفافیت افغانستان هرچند از فسخ این پیمان‌ها استقبال کرده، اما از برخوردهای سیاسی در پروژه‌های معادن نیز سخن گفتند. هرچند شرکت‌های پیمانکار این پروژه‌ها در این باره تاکنون چیزی نگفتند، اما وزارت معادن هر گونه ملاحظه های سیاسی را در فسخ این پیمان ها رد می کند. حیدر شاه امید گزارش می دهد. پس از بیش از یک سال از امضای پروژه معدن طلای بدخشان با شرکت ترکش افغان ماینینگ و پروژه معدن مس بلخاب ولایت سرپل با شرکت افغان گولدن مینرالز که به وزیر پیشین شهرسازی ارتباط دارند، شورای عالی اقتصادی هفته پیش این پیمان ها را فسخ کرد. چون او زمان در با ارگ بود پروژه گرفته شد، حالی که با ارگ نیست با ارگ گرفته او پروژه را از دست داد. بیشتر این دلایل سیاسی داره تا دید اقتصادی داشته باشه. اما وزارت معادن با رد این ادعاها، آنچه را که ناتوانی شرکت ها در عملی سازی تعهدات مالیشان می داند، علت فسخ این پیمان ها می گوید. در اقتصاد علی شورا فیصله وکړه چې یاد قراردادون فسخش. در قراردادون پا ورکره که یا در قراردادون پا فسخه که هیچ نوع سیاسی ملاحظه نده موجوده.
بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، پیمانکاران این پروژه ها بار نخست در روز 23 ماه جنوری، بار دوم در روز 28 ماه اپریل و بار سوم در روز 7 ماه نوامبر امسال خواهان مهلت بیشتر برای عملی سازی مکلفیت هایشان پیش از آغاز کارهای اکتشافی شده بودند که دو بار این درخواست ها تایید شدند و سرانجام شورای عالی اقتصادی تصمیم به فسخ این پروژه ها گرفته است. اگر حکومت نمیتونه این قراردادها را به صورت مؤثر شفاف مدیریت بکنه، توقعی که قراردادهای کلان مدیریت بکنه غیر واقعی است. اون سیگنال خوب یا یک حس خوب از سکتور معدن افغانستان به بازارهای بین‌المللی مالی و همینطور سرمایه‌گذاری خارجی ارائه نمیکنه. پیمانکاران پروژه های طلای بدخشان و مس بلخاب در درخواست هایی که به وزارت معادن و پترولیم برای گرفتن مهلت بیشتر فرستادند، تهدیدهای امنیتی و مشکلات بانکی را از علت های عملی نشدن تعهداتشان گفتند. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 78 افغانی با 85 پول. یک یورو 86 افغانی با 70 پول. یک درهم امارات 21 افغانی با 40 پول. 1000 روپیه هندی 1100 افغانی. 1000 تومان ایرانی 6 افغانی با 75 پول و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی. رقابت میان 30 شناگر برتر افغانستان در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها گزینش چهره‌های برتر جهت اشتراک در مسابقات المپیک سال 2020 توکیو ژاپن گفته شده است. گفتنی است که این پیکارها در تمامی سبک‌های شنا برگزار شد. بچه ها را که ما دیدیم توانایی و شایستگی از این را دارن که انشالله اعزام شوند برای مسابقات 2020 ژاپن. امیدوار هستیم ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته محترم ملی المپیک برای کمپ‌های تمرینی قبل از حضورشان در مسابقات 2020 ژاپن فدراسیون شنای افغانستان یاری و همکاری بکنند. در این بازی ها شما میبینند که ورزشکار تمام لیاقت و شایستگی خود را علنی نشان میدن و هیچ کسی نمیتونه که حق کس دیگه را بخوره و یکی از بازی هایی است که رقابت انفرادی است و بهترین ها خود به خود اوتوماتیکلی میاد در رده های اول دوم سوم. در پایان این رقابت ها محمد انور به مقام قهرمانی رسید. محمد امان حمیدی و حسین محمدی به ترتیب به مقام های دوم و سوم دست یافتند. پیش از مسابقات المپیک 2020 کمپای تمرینی در اختیار ما بذاره تا بتانیم قوی تر در المپیک بدروشیم. دو مسابقه داشتیم که مسابقه اول توانستم مقام اول از خود بگیرم و متاسفانه مسابقه دوم هم مقام سوم مسئول کردم. این رقابت حساس و نفسگیر زیر نظر مسئولان کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی برگزار شد. برای آگاه شدن از تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با 456 به تماس شوید و سپس کلید 1 را دوباره فشار دهید. وقت بخیر.